بسم الله الرحمن الرحیم. میگه سلام بر حسین عین العالم، کم از گرز غمش روز و شب نالم. علی پهلوون بود، پسرش هم پهلوون، خونواده پهلوون، مسلکشون هم پهلوونی. من 3 گل بی‌نظیر اینجا امروز توفیق داشتم در کنارشون باشم. ورزش زورخانی ما رو اینجا دارن امروز توی پارک لاله به نمایش میذارن، هر کدوم از خود به قول معروف اصل قضیه‌ان. من با اجازه بزرگترا میخوام از این جوون رهنمون از سمت چپ شروع کنم، رخصت میدین؟ بسم الله، سلام، روز شما بخیر. سلام برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. پوریای ولی گفتا حیف که سیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در خدمت شماست آقای سلک. چند سالت اول؟ 30. داداش چی خوردی؟ میگن رکورد هواپیما با تریلی هر چی بوده کشیدی. قربت ما یه میل سکری ورزشی، یه چند وقتی شاسیمو میزد رفتیم جلوبندی. اصلا کلن صافکار نقاشی تغذیت متفاوته، از اول ورزش کردی، داستان چیه؟ میخوام جوونا بدونن. از سن 6 سالگی ما تمرین شروع کردیم، تمرین ورزشی قدرت رو شروع کردیم. درسته. در واقع ببینید، خداوند به هر انسانی یه نیروی میده، حالا فرق نمیکنه، اما خب بستگی داره ببینم چجور استفاده کنیم شما از اون نیرو. درسته. ضعیف ترین فرد تو کره زمین یا ایران منم، دورت بگردم، خیلی قوی تر از ما هست، دورت بگردم. اما این افتادگیه، این مرامه، این مؤدب بودنه که شما میتونید یه هر کسی قدرتی داره. درسته. یکی قلمشه، یکی زور بازوشه، یکی بیانشه، اما خب استفاده نمیکنه، متاسفانه استفاده نمیکنن. درسته. و اینکه میگه افتادگی آموز اگر طالب فیض. درسته. خیلی پهلوان داشتیم از دستت، خیلی پهلوان. ای داده بیدار، غلامرضا تختی، پهلوان علی سلیمانی، کجا باید رفت؟ آخر باید سفر کرد، بذاری زمین هرچی دستت بری. بله، آدم میمونه. پهلوانی، درست، سادگی، حاج احمد بابایی، نامش میمونه، نامش که میگن حاج احمد بابایی یا علی سلیمانی یا غلامرضا تختی. این افتادگیه، این دست افتاده رو بگیری. میگه گر بر سر نفس خود امیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مرد. بله. اول از رکوردات برام بگو. رکورد کشیدن هواپیما فوکر 50 رو توسط دندون دارم. فوکر 50 با دندون، خب جابجایی 3 کامیون توسط دندان دارم که اون میشه 28 تن. خب کشتی و تستی جابجا کردم 137. 137 تن. میرین انشالله برای ثبت رکوردش. یه سوال دیگه، حالا تا حالا شده تو خیابون خدای نکرده با کسی دوچار مچاجره بشی، حالا به حق یا ناحق، و از زورت استفاده بکنی برای اینکه اون طرفو قانع بکنی؟ از زور استفاده نمی کنی. نه، از زور استفاده نمی کنی. سعی می کنی طرفو آروم کنی و شروع کننده هیچ وقت ما نیستی، ما دفاع می کنی. تو توییتر رسمی هم فعالیت میکنیم. چرا شی آیکیدو کیوکوشین؟ چون گفتی دفاع می کنیم، فکر کردم آیکیدوه. آره، سعی میکنیم طرف رو رامشیم، آرومشیم. لپه مطلب و چکیده ورزش زورخانه‌ای و باستانی رو اگه بخواید توی جمله بگی چی از نظرت؟ نه دیگه، باید استاد دیگه، پهلوان اون باید بر منکرش لعنت دیگه. یه جمله جود باستانی بگید، یعنی مثلا یه پهلوانی بگید. همه باستانی رو بخواید توی یه جمله استاد پهلوان تعریف بکنین چی میگین؟ همه ورزه، همه باستانی، معرفت و تختی، چه چون تختی 4 مدال دارد، موحد 1 مدال دارد، معرفت، گذشت، اگه یکی پیچه داره باشه چپ چپ بشیم نکنیم، سلام بشو بشیم، چی پهده بشیم، ایشون مایه کلیم، مایه دورش، جده به یه ماشه عوضی میداره، اما خلاف کرده ایشون بکنیم، معرفت همه کور بکنه جای دیگه بذاره، معرفت پهلوانیش رو نمیاد دیگه. درود بر شما، درود بر شما. معرفت پهلوانی، اگه زور گفت بابا میتونی یه چکشان بزنی، یه ما چش کنیم بیشتر از اون چکی معرفت داری. یعنی میشه همونی که هرچی درخت بارش بیشتر میشه سر به زیرتر میشه. بله، اگر ایشون الان پویا شده
ورزش باستانی خیلیه. این حرکت با فک ببری بالا. بله 4 متر 92 آهنی رو بیدارو نمه نموندن آخو. بله سنگ. بله درود بریشون، درود بریشون. خدا انشالله که به همه شما و به همه پهلوانای خفته و الهی آمین. خدا بهش. بله درود بر شما، درود. هواپیما بله. من الان کجا برم قایم شم آخه؟ چه وضعیتی؟ ما دو تا 10 کیلو برنج برمی‌داریم میاریم. کشتی تو آب داره می‌کشه. پهلوان من دو تا 10 کیلو برنج میارم خونه، به مادرم میگم دو پرس خرمه سبزی اضافه بده. مثلا کجا شده؟ کوه شا به جا کردیم. داره تو هوا پیما داره می‌کشه. کشتی رو داره تو آب می‌کشه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. من به شما هم خودتون رو معرفی بفرمایید بزرگوار. پدر سردک هستم، پدر پهلوان بوریا. آقای سردک شغلتون چی بوده؟ من شغلم آزاده. چی باعث شد که آقا پسر شما الان به اینجا رسیده؟ چون من خودم اعتقاد دارم نونی که سر سفره میره خیلی مهمه، برای اینی که شما بتونی از اون نون یه اولاد صالح و سالمی داشته باشی. نون حلال براتون مهم بوده؟ نون حلال. نون حلال خیلی مهم شده. یه وقت پول قلمبه ای برسه شما قیدشو بزنی بگی حلال نیست. بله بوده. خدا انشالله بهت سلامتی بده، خدا طول عمر بده. چون این پسر اگه الان هر چی داره نتیجه اینه که شما تو جوونی زحمت کشیدی. علبون داشتم با پدرت صحبت میکردم، گفتم چقدر به نونی که سر سفرت بردی اعتقاد داشتی. و اصلا مهمترین چیز برای من این بوده. من بیادبی میکنم، میدونم این کارو در رو زیاد انجام میدی، ولی رو و دست پدرتو ببوس، بقیه ببینن بفهمن که تریلی هم بکشی خاک پدر مادری. یا علی، علی نگهدارت باشه. دم شما گرم.